در آستانه شروع ماه نوامبر سه پروژه کریپتویی که مورد حمایت نهنگ‌ها قرار دارند توجه زیادی را به خود جلب کردند و انتظار می‌رود که سودهای کلانی برای سرمایه گذاران خود به ارمغان بیاورند. پس تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید و کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. این سه پروژه شامل پپه، سولانا و تونکوین هستند که به گفته تحلیلگران پتانسیل 100 برابر کردن سرمایه دارندگان خود را دارند. اولین ارز پپه. پپه یک میم کوین ساخته شده در شبکه اتریوم است که به دنبال دوج کوین و شیبا اینو در حال رشد است. افزایش 1776% قیمت این توکن در سال گذشته آن را به یک از گزینه‌های محبوب نهنگ‌ها تبدیل کرده است. در حال حاضر قیمت پپه 0.5 تا 0.98 دلار رسیده و برخی از سرمایه‌گذاران خرید آن را فرصتی برای 100 برابر کردن سرمایه خود تا قبل از پایان یافتن ماه نوامبر می‌دانند. فعالیت نهنگ‌ها نیز در بازار این ارز دیجیتال اخیراً افزایش یافته و این موضوع نوسانات قیمتی قابل توجهی را به همراه داشته است. دومین ارز دیجیتال سولانا. سولانا به عنوان یکی از بلاکچین‌های لایق پیشرو به دلیل سرعت بالای تراکنش‌ها و زیرساخت قوی خود محبوبیت زیادی پیدا کرده است. رشد 479% قیمت این ارز دیجیتال طی یک سال گذشته توجه نهنگ‌ها را جلب کرده و سرمایه‌گذاران معتقدند که انباشت این توکن‌ها تا قبل از نوامبر می‌تواند سودهای کلانی به همراه داشته باشد. در همین حال یک نهنگ جدید اخیراً کیف پولی ایجاد کرده و 32695 سولانا به ارزش 5 میلیون دلار از بایننس برداشت کرده تا با استفاده از آن چند میم کوین خریداری کند. او 18000 سولانا به ارزش 3 میلیون دلار برای خرید نزدیک 7 میلیون توکن ماکسیموس، 11750 سولانا به ارزش نزدیک 2 میلیون دلار برای خرید 31 میلیون توکن چاد و 2900 سولانا به ارزش 484000 دلار برای خرید 2 میلیون توکن واگ هزینه کرده است. تون کوین. پروژه تون کوین تحت حمایت پیام‌رسان محبوب تلگرام با زیرساخت لایق پیشرفته خود در حال تغییر فضای بلاکچین است. این ارز دیجیتال در حال حاضر با قیمت 5 دلار معامله می‌شود و در سال گذشته 134% رشد داشته است. این میزان رشد تون کوین را به یک از گزینه‌های محبوب نهنگ‌ها تبدیل کرده و سرمایه‌گذاران امیدوارند که این رمزارز نیز بتواند سود 100 برابری برای آنها فراهم کند. فعالیت نهنگ‌ها در بازار این ارز دیجیتال نیز رو به افزایش بوده و همین هم منجر به افزایش قیمت آن شده است. در مجموع این سه ارز دیجیتال با پشتیبانی نهنگ‌ها می‌توانند تا قبل از پایان یافتن ماه نوامبر سودهای زیادی را به ارمغان بیاورند. با این حال نباید فراموش کرد که بازار کریپتو به دلیل نوسانات بالای خود ریسک بسیار زیادی را به همراه دارد. نهنگ‌های ارز دیجیتال در هفته پایانی اکتبر به استقبال کدام آلت کوین‌ها رفتند؟ با وجود عملکرد ضعیف بسیاری از ارزهای دیجیتال طی هفته جاری، تعدادی از آلت کوین‌ها مورد توجه نهنگ‌های ارز دیجیتال قرار گرفته و توسط آنها خریداری شدند. داده‌های این تو نشان می‌دهد که جریان خالص نهنگ‌ها از 288000 توکن به 16 میلیون توکن افزایش یافته که به معنی خرید خالص حدود 15 میلیون توکن IMX در هفته پایانی اکتبر است. با قیمت فعلی هر توکن که نزدیک 2 دلار، این خرید ارزش تقریبا 22 میلیون دلاری دارد. تحلیلگران معتقدند که این انباشت ممکن است با بازسازی توکن‌های جدید در 6 روز آینده مرتبط باشد. هرچند قیمت IMX در 7 روز گذشته 5% کاهش یافته، ادامه این خریدها می‌تواند باعث افزایش قیمت آن شود. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو فعال کنید. اما مراقب باشید که بازار ارزهای دیجیتال بازار پرنوسان نیست و حتما آموزش لازم رو دیده باشید بعد وارد این بازار بشید و این ویدیو صرفا یک ویدیو اطلاع رسانی است و به این معنی نیست که شما حتما باید سرمایه گذاری کنید، بلکه باید آموزش لازم رو دیده باشید و خودتون تحلیل رو انجام بدید که به این نتیجه برسید آیا بخرید یا نه. تا ویدیو دیگه، خدا.